سلام، خوش اومدید به امیر گیم شو و آخرین بخش از ماجراجوییمون در دنیای عجیب و غریب ایندیکا، بازی که خب میدونم خیلیاتون مثل من واقعا غافلگیر شدین از ویژگی ها و کارهایی که داره انجام میده. هیچ کدوممون فکر کنم انتظار نداشتیم چه این چیزی باشه. و خب اگه بخوام خیلی خلاصه مسیری که تا به اینجا رسیدیم و حالا میخوام بریم بخش آخرش تجربه کنیم بگم، ما یه راهبه هستیم استمون ایندیکاست که ظاهرا از بچگی تقریبا 15 16 سالگی یه صدایی تو سرمون هی میومده و باعث میشه که ما یه حالت رفتاری عجیب غریب از اون سر بزنه و همین باعث میشه اطرافیان فکر کنن که ما تسخیر شده هستیم و پدرش که نمیدونه چی شده خانواده‌اش میفرستنش بیاد به کلیسا. حالا شاید این آخرش بفهمیم چی شده که پدرش فرستاده، هنوز نمیدونیم، ولی وقتی به کلیسا میاد همش انقدر رفتار عجیب غریب ازش سر میزنه، همه باهاش چپن و اینجور چیزا، تا اینکه آخر ماجرا بالاخره یه روز توی مراسم این یه بار دیگه کنترلش از دست میده به خاطر اون اتفاق عجیب غریبی که دورش میفته و دیگه یه نامه بهش میدن. به بهونه این نامه میگن این نامه رو برمی‌داره میبره فلان چیز فلان کلیسا در یک جای دوردستی. هیچی، این راه میفته، تو راه که داره میره یه دفعه خب با چیزای عجیب غریبی روبرو میشه، میبینه که یه سرباز فراری رو تو مسیرش باهاش آشنا میشه که سربازه میگه من از سمت خدا انتخاب شدم. بعد حالا اینی که خودش راهب است و توی وسط همه اونایی که خدا و این چیزا صحبت میکنه همش میگه از کجا مطمئن خدا تو رو معرف کرد؟ پسر میگه برای این که نمیدونم، من دستم باید قطع میشد ولی نیاز نبود قطع بشه و اینا، و خیلی ماجراهای عجیب و غریب. یعنی من دیروزشم بهش فکر میکردم، بازیه خیلی بازی فکر دراریه. خب این اصلا صحنه‌ها بسیار فکر شده است و عین فیلم‌های سینمایی واقعا همین چیزی روسیه. دقیقاً روسان وقتی فیلم‌های سینماشون نگاه می‌کنه همینجوری می‌سازن. خیلی عجیب و غریبه ولی غرق کننده است. یعنی آدم احساس نمی‌کنه که این چقدر غیر واقعیه. نه، همش چیز عجیبیه. خب و حالا وسط این ماجرا اون شیطان هم داره تو کله این صحبت می‌کنه و حرف‌هایی که می‌زنه واقعا حرف‌های فلسفیه. حرفایی که آدم رو به فکر فرو میبره. مثلا تو قسمت قبلی میگه آیا سگ ها هم روح دارن؟ آیا سگ ها که صاحبشون رو دوست دارن روح دارن؟ این حرفا، یا مثلا این که گناه کردن چه جوریه؟ آیا یک کسی که یک نامه که نباید بخونه رو بخونه یک گناهه؟ ولی مثلا اگه هزار تا نامه که نباید بخونه رو بخونه اندازه یک قتل، آیا این گناه هست توی سیستم مثلا کلیسا و اینا؟ خیلی حرفای جالب میزنه. یعنی یه نگاه‌های عجیبی داره که خوشم اومده. میدونم شما هم خیلیتون حال کردین باهاش. حالا بریم، رسیدیم تو بخش قبلی، دیدیم که اون پسره سرباز فراریه میخواد بره به سمت یک کلیسای مخصوصی که برای آدمهای تسخیر شده است، آدمهایی که مشکلات خیلی غیر قابل حلی دارن. مثلا میگه من الان برام دستم که قطع شده میتونم درستش کنم. خب دختره وسط راه که نامه رو واسه کرد که ببینه، فهمید که آره میخوان دکش کنن از تو اون چیزه، گفت من دیگه نمیرم اونجا. خب دیگه بذار با این برم، شاید بتونم برم توی این کلیسایی که اینا گفتن تبلیغشو دارن میکنن همه، معجزه بشه و من از شر این صدایی که زندگیمو ریخته بهم رها بشم. و همین ابتدای کارم بهتون بگم که اگه بازیای این سبکی رو دوست دارید و دوست دارید یه چیزی، یعنی اینی که دیدید بگید وای من خیلی حال میکنم با این بازی که یه نریتیو داره، یعنی به قولن یه نریتور داره، یه راوی داره توش صحبت میکنه و حرفایی که میزنه ذهن آدمو درگیر خودش میکنه، بازی استنلی پارابل رو بهتون معرفی میکنم بچه‌ها. اگه نمیشناسید اون بازی رو فقط برید، اگه انگلیسیتون، من واکتوش گذاشتم ولی انگلیسیتون خوب باشه، خودتون هم بشینید بازیش کنید، اون مختون سوت میکشه از میزان کاری که توش انجام میشه. این بازی خیلی منو یاد اون انداخت. بریم شروع کنیم این دیکا رو. خب داریم میریم به اسپاسوف. اسپاسوف همون جاییه که این کلیسای قرار داره. ما داریم میریم کجا؟ اینجا کارخونه ماهی اسپاسوفه فکر کنم، ولی دیگه کسی اونجا نباشه. خوبه، و همیشه خط رسیدن به شهر بازه. این چیزا رو از کجا میدونی؟ اونجا کار میکردی؟ نه بابا، محاله من برم اونجا کار کنم. مامانم اونجا کار میکرد. دوربین ها توی این بازی خیلی سینماتیک و زیباست. نگفتی کسی اینجا نیست؟ وای زنتی، برو پدرش، ساکت باش، مهم نیست. وا داره چی کار میکنه؟ فاک آی
افتادن توی زغال سنگا. عجب بوی گندی. Disgusting. حال به هم زنه. Oh, that smell. این بو reminds me of my mother. من یاد مامانم میندازه. اون هیچ وقت نمیتونست بوها رو پاک کنه. مهم نبود چقدر تعی کنه. I even love that smell. من همیشه عاشق این بو بودم. و اون خجالت میکشید از این. هر بار که باید میرفت به مدرسه من یا مغازه و این چیز بخره، واقعا بعد یه بوی یه عطر عجیبی میزد که واقعا دماغ آدم رو بیاس میکرد. حالا کجاست؟ نمیدونم. اوه ماهی دودکانیه؟ یا خدا چه ماهی های گنده ای، دو متر ماهیه. واقعا من اینجوری توی خب بزنم بعد چیکار کنیم؟ باید بریم اون بر بایستا با... اوه این دیگه چه مادرشه؟ اون چی بود؟ گودزیلا بود؟ اون چی بود؟ گودزیلا دارن دودی میکنن؟ ادو برو از زیر دوم بشه اتشو. وای برو اون بر. اخ 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 چه شانس رو باریم پسر. و حالا بر روی اینا بریم؟ چجوری؟ آره باید بزنیم بچرخه. اون عجب ماهی گنده ای بود. ای بابا ادامه داره ماجرا. دوباره نه دقیقا بزنیم. بعد این دفعه دیگه اوکیه. اوه چیکار کنم خب؟ واه نه این جزء ماجرا بود. خیلی اتفاقای عجیبی داره میفته توی بازی. اینجا دقیقا همون چیزی که نیاز داشتیم. گرم خونه. آی حالا اون لباس هاش چسبیده به تنش. منتظر چی هستی؟ همه چی رو در بیا. دیوونه شدی؟ اگه همه چی رو خوش نکنیم یخ میزنیم از سر ما. کنم یه پارچه کشید برایش. ببین حتی این کار رو هم داره هنری انجام میده. نمیدونی چقدر حس خوبی داشت که لباسم رو در بردم. همیشه برام خارشک میگیرم یه جورایی. موز ما حتی اجازه نداریم بدون این لباس بخوابیم. باید با این لباسه بخوابیم. اوه وسط اونم زن. اینجوری نیست که اگه درش بیاری کسی ببیند. نه رئیس اون همه هر شب کل شب راه میره توی سومه و چک میکنه ما رو. واقعا جای عجب غریبی اونجا. واقعیتش اینه که مدیر ما بیشتر شبیه رئیس زندانه. اون مسئول سکه ها و چیزای بانکمون هم هست. دستش خوب شد؟ نه
ببخشید ولی بوی دستت خیلی غیر قابل تحمله. دیگه باید بریم. خب پس سومه انتخاب تو نبود؟ چرا بود؟ ولی وقتی انتخاب تو یه دلیل داره، آیا اون واقعا یک انتخابه؟ وقتی یه سنگ میخوره به یه کلاغ، آیا خودش انتخاب میکنه کدوم بر بره؟ بی خیال، با تو که کلاغ نیستی، تو اراده آزاد خودتو داری، اراده آزاد، انتخاب ها. ولی وقتی ما یه انتخاب میکنیم، آیا ما بر اساس تجربیات قبلیمون رو انتخاب انجام نمیدیم؟ آیا ما تخمین نمیزنیم تمام نتایجش رو تو ذهنمون؟ و اگه بر علیه منطق بریم، آیا ما اینو نمیگیم که ما داریم توسط احساساتمون کنترل میشیم؟ میفهمی چی میگم؟ همونطور که داشتم گفتم، خب ارادمون بهمون کمک کنه که احساساتمون رو کنترل کنیم، در برابر اغوا بایستیم. آره درسته، ولی وقتی تو احساساتت رو کنترل میکنی همیشه دلیلی وجود داره، درسته؟ تو میتونی توضیح بدی که چرا داری این کار رو انجام میدی، حتی اگه یه اوضاع احساسی باشه، با یه زنجیری از منطق میتونی دلیل احساست رو هم توضیح بدی. اگه روح وجود نداشت، تنها چیزی که باقی میبود چرت و پرتای منطقی بود. آخه چطور یه نفر بدون روح بتونه زندگی کنه؟ انسان ها هنوز اینو یاد نگرفتن. ازش پرس اصلا میدونه روح یعنی چی؟ همه میگن روح این روح اون، ولی آیا اصلا کسی هست که بتونه به طور واضح توضیح بده که واقعا چیه؟ بله بله، خب حتی روح هم کشش های خاص خودش رو داره. مثلا بذار بگیم روح تو به سمت خدا کشش داره و من نداره، آیا این انتخاب منه؟ یا به صورت تئوری یا تصور کنیم که انتخاب ها بر اساس هیچ چیزی نیستن، پس اون چه نوع انتخابیه؟ این فقط شانسه. میگه بیا تئوری فکر کنیم که انتخاب ها بر اساس هیچ چیزی نیستن، فقط شانسی هست. خب دیگه چه انتخابیه؟ دیگه شانس نیست. پس داره میگه انتخاب یه کلمه تو خالیه. میگه آره شاید، نمیدونم. من حتی نمیفهمم که کل معنای این قضیه آزادی و نمیدونم اراده آزادی که همه میگن خدا به ما داده معنیش چیه؟ اصلا خدا به آزادی ما چه نیازی داره؟ اگه در آخر فقط انتخابهای بسیار سرسخت گیرانه خودش رو میخواد از ما، اون میتونست من همونجوری که دلش میخواد بسازه دیگه، چرا انتخاب بهم داده؟ وقتی انتخاب ها محدودن چیه اونجا؟ ماهی ها دارن رد میشن؟ شیرهای فلکه با هم چی کار میکنیم؟ توی هزار توی What؟ او گیتار؟ کوک نیست؟ تو بلد نیستی بنوازی؟ نه. من بلدم. من یه زمانی باتس میزدم. کجا؟ میگه یه زمانی توی باتس میرواختم. میگه توی مشروب فروشی باتس اونجا کار میکرده. جلوی مردم مینواختی؟ به حال باستی می نواختم، مردم برام می ایستادن و کف می زدن. خب میشه برامون بزنی یکم؟ مردم چرا همشون شبیه همه؟ دست نداره که. چطور می تونم؟ این چیه قضیهش؟ وزن چیزایی که آوردن، ولی چرا همه شون شبیه همه؟
اوه اون به دار فانه رو به دار گفته بچه نون آبم گذاشتن. خیلی این کار جالبیه. خب میگه این تابلوه خیلی بین مردم طرفدار نداشت، با اینکه دونه دونه شو وقتی اگه میخواستن بخرن مردم میشد مثلا 24 تا روبل و خیلی طرفدار داشت، اما وقتی بهشون گفتن 4 تاشو یه دفعه بهتون میدیم با 20 تا روبل کسی نمیخریدش. عجیب بود. این دیگه آجی ماهی نیست. به ما اصلا توی دنیای عجیبی هستی. این دنیا واقعی نیست. از این ناب جنگی ماهیه. اینا چه؟ من میتونم پیاده برم. اون چرا دوید؟ آی مسابقه است. چی شد؟ صدای اومد. میتونه بیفته؟ به نظر میسه که میتونه. میمیریم خواهی بریم. اونا کی هن؟ نمیدونم. هیچ وقت اونا رو نایده بودم. این الان یه معماست. یعنی باید ببینم قضیهش چیه. این چیه؟ خب این یه مجسمه ایه از سنت جان. سنت جان در بغل مادر خدا، گفته مادر خدای سده است. میگه سنت جان دمشقی، دمسکس است میشه دمشقی، یه زمانی به عنوان به دلیل خیانت محکوم شد و دستش یکی از دستاشو قطع کرد. بعد از اینکه اون به درگاه مادر خداوند دعا کرد دستش بیرون زد و این رو به نشانه چیز دیگه به نشانی تشکر دید. این قضیه رو جان هم رفت یه دونه از این تابلوها رو برداشت توی دست سومی گذاشت روی این تابلوه. ولی ایندیکا همیشه برای سوال بود که چرا این دست سومه به جایی که برای سنت جان باشه که دستش برگشته، دستی جوری انگار دست مادر مقدس مانده بوده پشتش. وای اون چی بود الان؟ یه معما داریم به نظر میرسه که ما بایستی به نظر میرسه بریم اون برش. آره این یه چیزی اینجاست. خب یه آسانسور دیگه است. برم الان مسیر اون باز شد که رد شیم. آره آره دیگه برو. اینجا میتونیم بشینیم؟ آره بشینیم ببینیم چه چیزایی داریم اینجا. چه ماهی های گنده ای. باور کنید که دلایلی که اینقدر این ماهی ها با جزئیاتن دقیقا همین تکنولوژی آنریل انجین 5 که میتونه این آیتم های بسیار با جزئیات رو هم تو تکرار کنه بدونه که فشار زیادی بیاره. بازیش خیلی خوب استفاده کرده از تکنولوژی آنریل. این نظر منه. ای بابا شروع شد دوباره. ای بابا از الان بعد که اصلا باهات صحبت نمی کنم.
بابا شوخی کردم. بگو می‌خواستی چی بگی؟ ما داشتیم در رابطه با آزادی صحبت می‌کردیم. خدا چرا تو رو آزاد کرده؟ این چیزی که من فکر می‌کنم. اگه من سزار بودم من نمی‌خواستم که مامانم یه چیز باشه، یه برده باشه. نه تزار میشه سزار، نه تزار. میگه من نمیخواستم برده باشه مادرم، من دوست دارم دختری پیدا کنم که با اراده آزاد خودش منو دوست داشته باشه. یعنی چی؟ آره نمونه خوبی گفتی. ولی خب حالا اینجا فرض کن این تزاری که شما باشی یه دختر رو میبینه عاشقش میشه، حالا شاید دخترم خوشش نده از این، اون موقع چی؟ اون موقع هم بهش انتخاب میدی؟ خب این آقای تزار به دختره احساساتش رو اعلام میکنه و اونو دعوت میکنه به قصرش. و اینو تصور کن که مثلا تزار به دختره بگه که اگه بیای به قصر من، من سر تا پا تا طلا میگیرم و اگه نیای همین الان اعدامت میکنم و آتیشت میزنم. و خب اینجا دیگه داره تزار احساسی عمل میکنه دیگه، و نه اینکه داره احساسی عمل میکنه. میفهم داری چی میگی، ولی این خدا نیست که مردم رو تو جهنم میسوزونه. اونا شیاطین و دشمنان بشریت هستن که انسانها رو تو جهنم میسوزونه، نه که خدا. حالا به خاطر اینکه یعنی داره میگه اگه پیروی نکنیم از خدا میسوزونتمون، میگه این تزاریه که میگه اگه نیای عاشقم بشی اعدامت میکنم. خب باشه، در این صورت تزار میگه اگه بیایم یه خب اینجوری چیز هم میتونه بگه، تزار هم میتونه به دختره بگه که اگه بیای سر تا پاتو طلا میگیرم، ولی اگه نیای خودم نمیکشمت، میدم قصا هم تو رو قصابیت کنه و تیکت تیکت کنه. من بی نهایت تو رو دوست دارم، ولی دیگه کارشم تموم کنم، یا به حرفم گوش کنه یا میکشمت. میگه خب حالا بیایم اینجوری فرض بگیریم که اگه تزار هم نمیتونه کاری در رابطه با این قصابه بکنه، در نهایت انتخاب خودش یه چیزیه و میده اون کارو براش انجام بده دیگه. من انتخاب همین، اگه نکنه میدم این قصابه تیکه تیکت کنه. خب چرا ساکت نمیشینه؟ چرا نمیشینه؟ اصلا انتخابی نمیکنه که مشکل برای اون دختره مثلا پیش نیاد. یعنی داری میگه که هیچ کس نمیتونه واقعا خدا رو دوست داشته باشه؟ نه نه منظورم این نبود، الان ما ببینیم از کجا داریم میریم، فقط از خودشون سوال نمیپرسن که ما کجاییم. این حیولاهای ماهی شکله. این کنسروای اینا ماهی اوزون مرونه، این هم چیزه خاویار. چقدر قبل از اینکه بریم باید یه جایی رو چک کنیم. کجا؟ حالا خواهید دید یه چیزی اونجا قایم کردم. من هیچ وقت خاویار نخورم، اینقدر که تعریفش میکنم به نظرم چیز خوشمزه نخواهد بود. خیلی گرون رو تعریف میکنن و اینا. این چیه؟ بعدش من هم دستگر بزنم. دستگیر خب موازم ده نشد. چرا باز دقیقا کجا میخواییم بریم؟ ما برم اونجا. خب باید سنم چجور بریم اونجا؟ هر روینا برم؟
ما میتونم روی این چیزا بیایم بالا بشنم پشت این. یا خدا چه کارهای عجیبه ما میگه انجام بدیم. نگران نباش. آه با بریم اینا رو برداریم بذاریم. خودش کو چجوری کنترل شده میکنه؟ خب بعد یه جوری درست کنم اینجا رو برای خودم دیگه. خب الان اینجا مشکل خوردیم. ما ببینم اگه از این بشه رفت بالا نمیشه. خب من یه اسمه میگه ما باید خود این ماشنه رو استفاده کنیم، یعنی بذارمش اینجا. آره خیلی هوشمندان از خودش بازی. این بازی معماهاش هم خیلی طبیعیه، یعنی اول باید ببینیم داشتیم اینجا. هی گفتم خدا این یه چیز خوب کم داره، خودشو باید داشتیم اونجا میتونم برم رونکی. جالب معماش خودش تا اینجا همش برام جالب بوده. هیچ کامش اینجوری نبود بگم نه واقعا نیازش داریم. حالا خواهید دید. بس برم ببینیم چی اول. آیا اصلا اینجا داریم بریم اینجا؟ بابا کسی اینجا نیست، همه خوابیدن. اون که سمت راسته مال ماست. یعنی چی؟ این چطور اتفاق افتاده؟ لالایی
درختای آروم در میون ستاره ها، چوپان ساکت در کنار ما. وای چه شد؟ بیهوش شد. ایلیا گت اپ، بلند شو ایلیا. ایلیا وای خونا چیه؟ دستشو قطع کرد؟ چیکار باید بکنم؟ خودت میدونی باید چی کار کنی؟ نه نه همه چی خوب میشه، من میدونم. البته وای یعنی بذارش تو اون دستگاه تا بمیره؟ نه ما دیگه تقریبا رسیدیم. نه تقریبا، اصلا میدونی که بیمارستان کجاست؟ میدونی آدمی مثل این رو باید کجا ببری؟ خب چیکار کنیم؟ دعا کنیم؟ وای بکنم دستشو بقیه زدن. اوه دسته چه این شبیه اسکلت داره میشه. اوه میخواد دستش با اون قطع کنه؟ آجی بی خیال. بوسش کرد. میرکو اسمشه. من دیگه بیشتر از این نمیتونم برم جلو. آه نکنه میترسی شلوارتو خیس کنی؟ نه بابا اگه تنها بودم میرفتم. نظرت چیه؟ اگه من برم اون طرف بدون اینکه خیس شم آیا تو هم بهم یاد میدی چجوری فلوت بزنم؟ ای بابا باز دوباره شروع کردی. خیلی خوب، اگه تو بدون اینکه خیس بشی میگه ولی اگه خیس شدی بوسم میکنی. محاله. چی فکر کردی پیش خودت؟ خودتو که خیلی مطمئنی از پیروزی خودت، مگه نگفتی مطمئنی؟ اگه برسی به اون طرف خب منم باید یاد چجوری فلوت بزنم، اصلا باید یه دونه درست میکنم. باشه قبول. وای چه سخت. خب الان بوس بدم. خب وایسا شانس بودیم، فقط باید جهت بدیم. سری برو، یعنی وقتی نیامده باید برم. آره قبل از که بیاد باید برم. ببین میره پایین، برو بریم. ولی نه بذار بره، برو بریم. نه واسه باید برفتم اون باید واسه باید. چقدر جاله. خب این دیگه اوکی، واسه برو بریم. بای خب
وقتی این غیبه باید برم. ببین یک برو. آه حالا عوضی عوضی. آروم باش، آروم باش، خوبه، خوبه، خوب شد. دراز بکش، دراز بکش، دراز بکش. همه چی خوب بشه، همه چی خوب بشه. دراز بکش، وگرنه بد میشد حاله اگه این کار رو نمی کردم. این برخلاف نقشه خداست. تو برخلاف خدا عمل کردی. برخلاف خدا چی داره میگی؟ کمترینش هم نبود. این اون چیزی که فکر میکنی نیست. سر جات بشین، خواهش میکنم. نه نه نه. آیا بر میگرده؟ آیا بر میگرده؟ چرا که نه؟ آه برای خدا سخت نیست که یه دونه معجزه دیگه بکنه. تو از همون اولش هم بهش اعتقاد نداشتی. تو عصبانی بودی که اصلا یه دونه معجزه ممکنه برای من انتخاب بیفته. نه ناراحت بودی از اینکه برای آدمی مثل من بتونه اتفاق بیفته همین چیزی. ای بابا زنی که حسود. تو به من یه دونه آمپول زدی. آه میگه یه دونه آمپول بهم بزن. نگه نداریم دیگه. این همه مدت ما این حرفای چرت و پرت نمی زدیم. این یه فلسفه بود داشتم باهات صحبت میکردم. حالا اینجوری خدا دیگه با من صحبت نمی کنه. از وقتی که باهات صحبت از وقتی که توردم دیگه خدا با من صحبت نمی کنه. نه منو تنها بذار. من میخوام تنها باشم. به من دست نزن. آبون روشن کن. نمیشه چه خون خون ریزی شد. دستگاه چاپ روزنامه بازی چه جورایی میدونی؟ حال هوای بازی مثل لیمبو این سرم داره. برای اولین بار بعد از اینکه ایلیا ریده بود انگار که یک چاقوی از شک و تردید به وجودش فرو میرفت. اگه اشتباه کرده باشه چی؟ اگه این کار اشتباه کرده باشه چی؟ اگه اون معجزه کار نکنه چی؟ چرا هر قدمی که اون در مسیر رسیدن به خدا برمی‌داشت او را به شیطان نزدیک‌تر می‌کرد؟ من همه چی رو درست انجام دادم. من از کجا می‌دونستم که اون ولش کنم بمیره؟ میگه اگه سپسیس بکنم میشه همین قانقاریا و این حرفا. میگه اگه برش بکنم از قانقاریا بمیری یعنی اون زخم بکشتش چی؟ خوب بود اینجوری؟ گفت خالا اگه نیمورد چی؟ خب میگفتن یه دونه معجزه شده. ولی اونجوری حس خوبی نداشت برات. و اونجوری معنیش این میشد که اون واقعا با خدا صحبت کرده و تونسته به معجزه برسه و تو نتونستی. پناه بر خدا، خواهش میکنم خدا این یه بار با هم صحبت کن. Did I go against you? من چطور شد که بر علیه تو شدم؟ خدایا. Is it in my power to intervene in your آیا اصلا من میتونم توی مسیرهایی که تو مشخص میکنی تأثیر بذارم؟ آیا این بخشی از نقشه توه؟ آیا قرار بوده همینجوری باشه؟ اون مشکلی براش پیش نمیاد. دستش خوب میشه. و الیا زنده میمونه. درمان میشه و زنده میمونه. نمیدونم بعد برای اینم احساس گناه کنم. ببینی که دارم تلاشمو میکنم. ولی اون همیشه پشت سرمه اون صداه. ای بابا دوباره من. نه تو از ترس اینکه یک جسد دستت بمونه این کارو کردی.
اونجایی که اون جیپسی بود اون چی شد؟ کدوم جیپسی؟ منظورش چی از جیپسی؟ از دستش ترسیدی؟ ببینه قشنگ انگار داریم یه دونه لیمبوی چیز بازی میکنیم، سوم شخص، حال هواش و معماش و کجا باید پیاده شیم؟ اون بر که بسته است. این باید باز شه بیاد بیرون. باید این پله رو خودمون درست می‌کردیم. اینجا بالاتر نمیتونم برم. چیو نمیبینم؟ دعا بخونم. خب اونجا افتادیم پایین که چی بشه؟ اینبری میتونم برم، اینبری نمیتونم برم، به اونا هم نمیتونم برم. اونبری هم نمیشه رفت. خب بسن از روی برم بالا. از این نمیشه رفت بالا. چرا؟ بخاطر که رفت. خب کنم اومدیم بالا یه چیز جدید اومدیم، نفهمیدم چی شد ولی یه سوراخ دیگه اومدیم. آره ربطی به اون پایین نداره، یکی از سوراخ ها باید برعکسش کنیم. حالا یه بیاد بالای بالا یکی برو بالا تا. آها خب اینجا چیه؟ اینجا باز قفله. اینو میتونیم بندازمش پایین احتمالا. پس بریم بالا روی این. بعد این بایس اینو اتوان باید بندازمش پایین دیگه. بعد که انداختش پایین باید چیکارش کنه؟ خب اشتباه کردم، فقط بگو اشتباه کردم یا نه.
آه نه، اینو میتونم بزنمش اینجا، اونو بفرستم برو بالاتر. آره دیگه، یه طبقه میتونم برمش بالاتر. خیلی معماش خوبه. خب بر درمونه. برویم بیرون. Temple of John of Damascus. معبد جان دمشقی، همونی که توی پوستر بود. حالا بالای سرش قرار داشت. اون سر تا پاش پر شده بود از هیجان و دلشوره. اگه دیر کرده باشه چی؟ اگه اونا اجازه داشتن بره داخل چی؟ اگر اون لیاقت یک معجزه رو نداشت چی؟ شاید اونا نیاز داشته باشن که یه بلیت بخره و همه بلیت ها فروش رفته باشن برای دیدن اون معجزه. شاید چی میشد اگر اعتقاد این دختر به دقت، اعتقاد این دختر به حتمی بودن مسیر خدا اشتباه بوده باشه چی؟ یه چیزی، یه اقوایی که سر تا پای وجودش گرفته بود و به آرام چی میگن، به راحتی میتونست بهش تن بده. آی بی تربیت بوگن، اناش آورد دیخ بیرون بی تربیت. دلروده مایه یا ان بود؟ ای وای، اینجا کجاست؟ چه اینجا شد دقیقا شبیه همون سومه خودمون. چه موسیقی عجیبی داره میزنه. خب داره کتاب اشاره میکنه که نحوه تفاوتی که بین ارتدوکس ها که روسا به شیوه ارتدوکس اعتقاد دارن، کاتولیک و پروتستان اینجوری هستن، بعد اینا مثل که شکل اینجوری کلیسا زدنشون فرق میکنه، پدر مقدسشون یا چی میگن، صلیب مقدس دارنش پدر مقدس. میگه بعد انگشتتون رو بچسبونید به هم، اگه انگشتتون رو نچسبونید اون هیولای بین دستاتون در میاد. فکر کنم منظورشه یعنی شیطانی، فکر کنم اونم کاتولیکاست ها. باره میکنه چه؟ وای چیز دومبه گابه، نمیدونم خرسه چیه. دومبه چه دارم میبینم. خب چه متن عجیبی نوشته. نوشته این یه دونه چه میدونم دمپایی یا کفش حصیریه. میگه پاول ساراگیوویچ پدر ایندیکا همیشه به این نوکراشون میگفت حرومزاده، به خاطر اینکه به خاطر همین کفشا که اینا میکردن پاشون، و یه جوری میخواست تاکید کنه بر تفاوت فرهنگی که بینشون وجود داره و اینکه مثلا اون نوکرای اینا مش آدمای بی سوادی بودن. ولی خب همواره اونایی که بی سواد، یعنی نوکراش که اینا بودن، اونا هیچ وقت این فاصله طبقاتی رو متوجه نمیشدن، به خصوص که اگه این فرصت داشتن که با پدر این بشن یه مشروعی بخورن. اینا رو نوشته، مثلا نوشته The Lead Letter، میگه به خصوص اون اولیه اگه فرصت پیدا میکرد با اون دومی مشروع بخوره ناراحت نمیشد، یعنی منظورش نوکراست. خب بابا که الان ما داریم میفهمیم بابای چه جانوری بوده. چرا اینجا باز نمیشه؟ ما الان از اون بر نیومدیم، ما از زیر اومدیم. الان فراموش کردم این قضیه رو، بذارم طوری بریم پایین. چه کاریه؟
اوه این از راست بکنم بعد تکون بدیم جهت همه چه عوض شاره حرفش کنه الان باید همه چی میرزه برم چه؟ نه آکاردان بابا کنیم بابا هست چه حالی داره برای خودش میکنه یه چیه؟ مشروبات الکلیه چی میگن؟ انبار شرابه این هم دستگاهاشه طبیعتا ودکاست دیگه اینا اونا هم چیزایی که ازش ودکا رو میگیرن خب ما چرا اومدیم اینجا؟ آقا با اومدیم اینجا بریم چه سماور چه جاله سماور شاید واقعا اسمش سماور بوده بعد چون از روسی اومده بوده ملتش میگن سماور یه سماوری که روش شام آخر مسیح رو کشیده میگه چقدر زایه جاقعتی بوده واسه روش هر چیزی بکشی یا خدا بی که اومد خب بایست ببینم بفهم دقیقا باید چیکار کنم اینجا که من میتونم برم همینجوری هم آه اینجور نرفته بودم باید همین بدش به من آه نامه دسته این بود دستش هم گوشه تو جیبش خوندیش حالا فهمیده که اینو اخراجش کردن که این مشکلی داره چه اتفاق برای موهات افتاد خوشت نمیاد میگه چون موهاش کوتاه کردن برای همین میگه به خاطر مجازات هم این کار برام موام کوتاه کردن مهم نبود برام من زده بودم یه چیز مال پدر نمیدونم چی رو سوزونده بودم برای همین اونم به جاش موام خراب کردن آب دوباره با هم همراه شدیم بخواه انگوشت تکون میخوره وقت در راه میره چقدر عجیب کجا رفت پسره؟ خب به نظر میشه باید برسیم خودمونو با اون براره نه اینجوری نکن تو ببینم چه جانوری بود یه چیزی اونجا بود دنیا برعکس شده اه؟ واه چه اینجوری چه ما حرکت کنیم اونو حرکت کنیم جونوره بکن شیطانه
مایم یا او پسر است. برعکس شده همه چی. چی شد؟ اینو بذارشون تو برم چی میشه؟ یه معنایی داره این. این یه معنایی داره. اون چیزی که من گذاشتم زیر این اینجا باز شده الان. الانش این دقیقا برعکس همینه. تکون بدم اونم تکون میخوره احتمالا. ببین یه اسمه میگه برای که بتونم برم روی این نمیتونم الان برم. باید یه جوری اون چیزه رو بذارم که بتونم. خب کوش چیزه کوش ناشتا. من برای همینم اینو رنگش اینجوری کرده. یعنی اینو با اون بایستی یکی کنیم. بسید دقیقا پیداش کنم چیو میگه. فوه خب حالا من نیاز دارم که این پارچه هر جایی که هست این بیاد بغلش قرار بگیره. وای سلام درست شد. این الان اینجاست. بعد اون بیاد وسط این دوتا قرار بگیره. نه با روش الان میتونم بپرم اینجا. آیا طورم نشه؟ حالا بارد یه فاز دیگه شدم. خب خواهم برم پیش پسره. خب چجوری برم؟ آره راش همین بود. عجیب بود. وای باز این دیوانه اومدش. کاری میتونم کنم؟ نگاه کن این هم همون کلیسایی که توی پوستر دیدیم. رسیدیم به کلیسای جان دمشقی. جان دمشقس. شاید دمشق نباشه نمیدونم برای دمشق میگن دمشق دیگه. چه زنگوله گنده ای. یکی هم نیست چند تاست. چه؟ اوه بیا یه خود کارل رو هم پیدا کارل مارکس هم پیدا کردیم. یه با درستش کن. فکر نمی کنم تو این دوره کمونیست توی این چیز هنوز بوده باشه. ولی مثل که هست دیگه. البته کارل مارکس بیشتر نظریهش رو گفته. فکر نکنم به جز یعنی عکس خودش رو می زدن جایی. نمیدونم. آه اونجا بطزه. چی؟ همون مسافرخونه که میگفتی توش موسیقی میزنم اونا اون پایینه. آره در زم اون مغازه اسباب فروشی بغلش رو میبینی؟ اون مال ناوم بطزه داداش افیم. افیم صاحب مسافرخونه بوده. ناوم داداشش بوده. اونا همیشه از همدیگه متنفر بودن ولی خیلی هم به هم وابسته بودن.
man was buying stolen stuff from the vagrants, who would then go to Ephraim to spend the money on shitty wine and whores. آه نام همیشه از دل دوزا چیزایی که میدوزدن رو میخرید، بعد اون دل دوزا میرفتن داخل مسافرخونه اون پول خرج بگن برای مشروب خوری و هرزه و اینجور چیزا، فاحشه و اینجور چیزا. و همیشه دیگه و همیشه جنسای اون مغازه مشروب فروشه میرفت تو مغازه چیزه، یعنی میگفت این چی مثلا چی میگن چنگالایی که مال اون مسافرخونه بود میرفت تو اون مغازه که مال داداشش بود چیزا رو میفروخت، مثلا چی میگن پان شاپ بگم میشه امانت فروشی، امانت اینجور چیزا، یا سمساری، منظورش سمساریه. میگه یعنی اونا میدوزدن اونا میدوزدن تو مغازه اون. Why don't they like each other? چرا از هم دیگه خوششون نمیومد؟ Because each of them thinks that the other brother is richer. برای که هر کدوم شب که اون یکی پولدارتر از اون یکیه. خب به زودی میتونیم بریم اونجا یه کنسرت بذاریم. من دوست دارم ببینمش. خوبه؟ مجازم شعار میکنیم دیگه. چه زنگولایی. یه دونه هم نیست. فکر کنم دور خودمون میچرخیم. چیزای عجیب غریبی اینجاست. آه من تمام یک کاری بکنم. من چیکار کردم؟ اینم بخش ماجرا بود؟ شدم یه راه مخفی پیدا کردم دقیقا. یا چی میدم یه دونه کاهنی بوده توی یه دونه سومه کار میکرده، میگه بعد که رفته بوده کلی زحمت کشه برمیگره خونه میبینه زنش و اون مسئول استاب داره ترتیبشو میده و میگه به عجب چیزی بعد که 20 تا 20 تا ازم خواهد کم کنه الان. عجب صحنه هایی بزن. اون داشت میرفت از اون براره. بریم برسیم بهش. ای بابا هنوز تموم نشده. چی تموم نشده؟ من به این چیز بدم. بیا بالا. Get down. اون کیه؟ Let's see. ببینم ولی اینو بعد من چیکار کنم باش؟ اوه چیو بعد رام اونم باید میتونی بعد رام دیگه اونو بچرخونیم چه فایده‌ای داره. بیارمش پایین. برم برگردم اونجا. اینو باید اتفاق بعد داریم تکونش بدیم. آره حالا چی میشه؟ یا خدا بذاری زمین حرف بذار میخوای پل درست کنی. به چرخون بذار حالا شد.
خیلی معماش خوبه. اصلا این معما واقعا حس معما نداره، حس یه رویای عجیب کابوسبار داره. این اصلا حس معما حل کردن نداره. انگشتا رو نگاه کن تکون میخوره. خیلی برای یه بازی مستقل این جزئیات خوبیه. ما این که نمیخوایم بریم استاد بفهمیم کجا بریم. با حالا اینجا اب زیاده. واقعا میتونیم کارو بکنیم بدون اجازه؟ چه چیکار میکنی؟ خودت اصلی کجاست؟ مراسم کجاست؟ خیلی وقت دیر کردید. میگه امروز تمام شده دیگه مراسم کودتمون و بعد هم باید برگردیم. ولی اون هنوز اینجاست. خواهش میکنم اگه میتونید، ما اگه میدونستیم ما چه چیزا رو پشت سر گذاشتیم. آدم هایی هستن که از کشورهای دیگه پا میشن میان اینجا که مثلا براشون معجزه بشه. همه دنبال اینن که نجات پیدا کنن. گوش کن چی میگم. اگه بهم نشون نده این معجزه رو، من مردم، عملا میمیرم. و اونم بذار راست شبت بگم، درسته؟ میشه چیز کنم، کانفس کنم، یعنی اعتراف کنم؟ شما؟ البته بگو. اون از زندان فرار کرده که بتونه یه معجزه رو اجرای کنه. چی رو میگی؟ منظور چیه؟ اگه میدونستی اون چیزها رو پشت سر گذاشته. باشه صبر کنید اینجا ببینم. باشه ببینم چیکار بکنم. دیوونه شدی؟ چرا همه چی رو بهش گفتی؟ نگران نباش. یه کشیش هیچ وقت قانون چه میدونم رازداری کسی که براش چیز کرده، کسی که براش یه چیز رو اعتراف کرده نباید بشکونه. دستی چرا تکون میکنه؟ اون بدتر از ایناش هم شنیده. ای بابا رفت خبر کرد پلیس رو، میگه اون بدتر از ایناش هم شهیدی که واسم برایش اعتراف کنن. چرا ببره لو بده تو رو؟ ایناشا اوناش. نه ما فقط داشتیم شوخی میکردیم. اون چاقو داره نزدیک نیاد. اون فقط یه دست داره. اون محال یه چاقو داشته باشه. برو کنار دختر جون. بهش شلیک کن. اوه خورد به دختر. اوه زد به اون. اینجاست. چی اینجا؟ خودت اینجاست. خودت که میگن یعنی چی؟ جامعه است یا نوشته؟ آه به این میگن کودت. با این میتونن معجزه کنن؟ بیا اینجا، بیا کمک کن. بیا نگرش دار. اینجوری نگرش دار. ای آبی رون دست بگی بالا. جرات داری اصلا بگیری بالا. تا سه میشمارم. یعنی به سمت اینجا نشونه گرفتی گفت جرات کنی همچیزی رو نشونه بگیری به سمت این.
نه این کار نباید بکنی، اینجا زمین های مقدسه. بوسیدش. هر بوسه که میکنه اون این عدد میگه خوده. نه نگرش دار ایلیا، بس میزند تا. Usually people show up about their legs. And? They grow back. میگه معمولا مردم اینجا بدون پا میان و پاشون در میاد. It's not about that. نه ولی قضیه این نیست. You see, میدونی چیه؟ اگه خداوند اجازه بدن. دست افتاد. آفیه بلش کن. اون دستر هم گرفته بالا. آروم باش. وای خدای من، ما چی کار کردیم؟ ما نمیتونیم دیگه هیچ وقت دیگه هم دیگه رو ببینیم. وای با هم راحتی برقرار کردن بچه اینقدی؟ چرا که نه؟ من دارم با یک کسی دیگه ازدواج میکنم. چی؟ این انتخاب من نیست، من چی کار میتونم حالا بکنم؟ ای بابا بیا با من فرار کنیم دختر جون. چی کار کنیم؟ که بریم داخل قبیله های جیپسی اونجا زندگی کنیم؟ نه خودمون دوتایی فرار میکنیم با هم دیگه، میریم به یه شهر چیزی، بعد اون وقت چجوری پول لبینم زندگی کنیم؟ یه کارش میکنیم دیگه، من منم یه کار پیدا میکنم. ولی برای شروع تو میدونی پدرت کلید چیزش کجا نگه هم داره؟ کلید صندوقش کجا نگه هم داره؟ نه چی داره میگی؟ دزدی کنیم از بابام؟ چرا بهش میگی دزدی؟ اون که پولش از دختر خودش دور نگه نمیداره. ای بابا بیخیال، اون گاره این مغازه رو به خاطر تو میچرخونه. من کلید خودم رو دارم برای صندوق بابام، پدرم بهم اعتماد داره، ولی من همچی کاری هیچ وقت نمی کنم. ای بابا خودم همه کارها رو میکنم، فقط کلید رو بهم بده. نباید این کار رو بکنیم. آه بس اینجوری شده که اخراجش کردن از خونه. یا خدا مینی گیم رو ببین. پدر اومد. آه پس این بود که دوچرخه ما رو دزدیدن. آه باباش دوچرخه ساز داشته. لعنتی. اوه آچار رب برای بابا. حالا بریم برای بازی. اصلا چی بود اون بازی؟ پکمن. با همه سکار بخوریم بدونی که به هی میخوره سکار میریز پایین. چقدر اینا رو خوب هوشمندانه چیز کرده بود. ریدی پدر. آه در باز شد، در باز شد. ای بابا خوب بود. چرا بجن هم بار اول باز نشد؟ نه تو نمیتونه اینجا بری پسر جون. این دیگه داری چی کار میکنی اینجا؟ تو اونو میشناسی دختر جون؟ نه من نمیشناسمش. آهای آه مطمئنی که نمیشناسیش پسر رو؟ نه مطمئن نیستم. این دیگه از دختر من دور شو. ولی به نظر میسه این مرد که تو رو میشناسه. من رو نمیشناسم پدر. زد نصفش کرد. آی خیلی بار بزن. خدایا ما چی کار کردیم؟ انا بر مادر مقدس به من کمک کن که قوی باشم و امید داشته باشم. من دعا میکنم. آمین. حالا در رابطه با ماکار دروکون شنیدی؟ چیزای زیادی توی روزنامه در آتش نوشتم، ولی بعد از اینکه اعدامش کردن 5 تا بچه کلهشون از دست دادن به خاطر اون مرد که چجوری؟ خب اون کله هاشون زده بود با داس.
Are you comparing him to me? حالا داره اونو با من مقایسه میکنی؟ آه نه نه من معتقدم که ماکار یه جورای قدیس بود. گوش کن چی میگم. بذار برات داستانشو بگم. ماکار سه تا بچه داشت، همشون پسر بودن. یه روز یه چیز سنگینی از دست شفته رو بچه جوانتره. یه چیز سنگینه بود، اینقدر بد بود که پسره بیچاره دیگه پاشو نمیتونست حس کنه، شبام نمیتونست بخوابه، کل روز یه گوشه میفتد و از درد عشق میریخ. دکتر روستا هم کاری نمیتونست بکنه، برای همین ماکار دیگه نمیتونست بیشتر از این تحملش کنه. اون رفت پیش کلیساشون و گفت که پدر میشه منو مورد مرحمت قرار بدی تا این سختی بچه رو تموم کنم؟ ولی کلیسا خب طبیعتا قبول نکردم چیزی رو. اون بهش گفت برو خونه دعا کن و به رستگاری روحش فکر کنه. ماکار هم برای یه هفته رفت دعا خون، ولی پسرش از جیغ زدن دست بر نمی داشت. برای همین ماکار عصبانی شد و با فریاد زد، رفت دستش رو برداشت و دعا رو خوند و زجر بچه رو با یه حرکت تموم کرد. بعدش رفت پیش کلیسا گفت که کار تمام شد پدر، من دیگه روحی ندارم چون شما اینجوری گفتی و حق فکر کردن به رستگاری مقدس دادم وقتی اون چیز رو انداختم رو بچه‌ام. حالا نمیدونم یادم نمیاد چی بود، ولی چیز انداختم رو بچه. خب دیگه کار روح هم تمومه، بهتره بهم بگید که روح هم الان تو جهنم یا بهشت. گوگو الان روح من تو بهشت یا جهنم؟ اون کل چیزه کشیشه گفت که قطعا توی بهشته، به خاطر اینکه فرصت نکرد بدی کنه و گناه کنه. یه جورایی تو به اون بچه جایزه دادی، مستقیم فرستادیش به بهشت بچه رو بدون اینکه زجر بکشه. و این فکر تو ذهن ماکار رفت بد جوری. رمی رفت خونه. برای همین پاشاد رفت خونه، بچه های دیگه شو ردیف کش گذاشت جلوش، یه دعای خوند و بسم الله و کله اونا رو هم زد. بعد خب بعدش هم کاملا دیوونه شد و شروع کرد بچه های همسایه‌هاشون هم کشتن. قبل از اینکه گیرش بندازن 4 تا بچه ها رو کشته بود. حالا چرا اونی قدیسه؟ اینجوری بهش بکن. میگه بعضی از اون افرادی که در کنار مسیح مردن اونا شهید شدن دیگه، ولی خب اونا به صلیب کشته شدن. اونا ولی اینجوری با این زجر کشیدن کنار مسیح یک زندگی جاودانه به دست آوردن. آیا واقعا میتونیم بگیم یک فداکاری واقعی؟ ماکار داستان ماکار متفاوته. اون برای که روح یکی دیگر نجات بده روح خودش رو فدا کرد. یعنی اونا میگه اونایی که کنار مسیح بودن یه زجر کشیدن که مسیح مثلا در کنار مسیح بودن تا آخر عمرشون میرن جاودانه زندگی میکنن، ولی ماکار عملا با کشتن اونا خودش رو فرستاد جهنم، اونا رو فرستاد ولی بهشت. حالا چه داری اینو به من میگی؟ پدر پراک همونی که کشتیش اون نمیتونست جایزه بهتر از این بگیره. حالا اون الان بیگناه بوده دیگه و شهید شده دیگه، دنیا رفته. خب ماکار چی؟ ماکار چی شد؟ اون چی؟ اون اعدامش کردن دیگه، تا هم میخوام اعدام کنیم. عجب بی پدر داستان بدی به اون گفت. گو یعنی قرار بره تو جهنم بسوزی تا آخر عمرت. بعدن چه اتفاقی برام میفته؟ خب فکر کنم اعدام بشی. این یارو چقدر شبیه همونه که تجاوز کرد به اون زنه. گوش کنید. اسم شما چیه؟ مهم نیست. چیزی نیاز داری؟ آره مهم نیست. درست. ببین ما پدر پارکاو ما نکشتیم. بذاریم بریم. علکی وجدان خودتون رو با گناه کردن آلوده نکنید. من بهتون چیز میکنم، جبران میکنم. چی رو جبران میکنم؟ و اون وقت با چی میتونی جبران کنی قضیه رو برام؟ خب چی میخوای؟
چی میخوام؟ بیا نزدیکتر. این همونه که داشت تجاوز میکرد دیگه. بچر بچر حالا آواز بخون. چی؟ نمیدونم. اصلا یه چیزی بخون. سرود ملی فرانسه. من نمیدونم سرود ملی فرانسه چیه. خب یه چیزی که میدونی بخون. داره لالایه رو میخونه. ای بابا بخیال دختر جون، نترس، من ترسناک نیستم. زود باش عزیزم. تجاوز کردش؟ با فکر نکنم کاری بدتر از این بتونم بکنم. خیلی آسونه که آدم به هر چیزی که اعتقاد داره قدم بذاره. قدم بذاره کجا؟ یه جایش دیگه. حالا یه گوشه. منظور چی یه گوشه ای؟ باز دوباره بخوای بحث کنی با هم که هیچ سمتی وجود نداره، هیچ خیر و شری وجود نداره. میتونی امتحان کنی. منو متقاعد کن که من هیچ کار اشتباهی نکردم. یا حتی اون کارم دیگه نتونه بکنی. کار بد؟ چه معنایی داره کار بد؟ من دادم یک کشیش رو کشتم. احمق باز درنم میدونی یعنی چه منظورم. من احمق نیستم. ولی با این حال ولی دقیقا این کلمه بد چه معنایی داره؟ بد گناهکارانه از طرف شیطان. و از کجا میدونی که اون از طرف شیطان بوده این کاری که کردی؟ به حال یه چیزایی وجود داره دیگه. آه یعنی داره بگی یه لیستی از کارهای شیطان وجود داره؟ نه بگی مشخص کار شیطان چیه. شر غیر صادقانه است. نه حتی یه قطرم شر در ناامیدی و ناراحتی و غم و این چیزا وجود نداره. یعنی چی؟ عدم صداقت. خب یه سگ صادقه، اون وقتی گرسنه باشه میخوره، وقتی به ترس گاز میگیره و وقتی یه ماده پیدا کنه باش رابطه برقرار میکنه. خب خود یادت چه صحبت هایی کردیم بابا؟ دارم در رابطه با عدم صداقت عمدی صحبت میکنم، یعنی دروغگویی. خب این که کل عمرت وانمود کنی یه چیزی که میخوای رو نمیخوای یا یه چیزی که حس میکنی رو حس نمیکنی، یعنی یه عمر وانمود کنی یه چیزی که میخوای رو نمیخوای یا یه چیزی که حس میکنی رو حس نمیکنی. For eternal life in heaven. Doesn't that fit perfectly with your definition? و این دقیقاً بشه همون چیزی که تو و در نهایت یک زندگی جاودانه در بهشت مثلا بدون بخاطر که این کارو کردی. آیا این دقیقاً با همون تعریفی داری از عدم صداقت خودت می‌کنی نیست؟ What else did you say? دیگه چی گفتی؟ Unfair. گفتی ناعادلانه. Is it fair that one tree has 1000 leaves and another 2000? آیا این عادلانه است که یه درخت 1000 تا برگ داره و یکی دیگه اش 2000 تا؟ Is it fair when two people throw the dice one gets a 6 and the other gets a 2? آیا این عادلانه است که دو تا انسان تاس می‌ندازن یکیشون 2 میاره یکیشون 6 میاره؟ Of course all this is rational but we don't like this rationality. البته این حرفایی که من دارم میزنم همشون بر اساس منطقه که آیا این عادلانه است یا نیست، ولی خب ما خیلی از منطق خوشمون نمیاد ما انسان ها. We angrily call it با خشم میگیم که این غیر عادلانه است، ولی اگه احساسات تو بذاری کنار یه دفعه معلوم میشه که معلوم میشه که کلمه ناعادلانه رو نمیشه روی هیچ کلمه روی هیچ اتفاقی گذاشت. هیچ چیز ناعادلانه نیست، همه چیز داره اتفاق میفته. اینجوری نیست که یکی چون تاس انداخت 2 آورده که 6 آورده ناعادلانه است. نه اتفاق افتاده. حالا اتفاقی داره میفته چی؟ چی میتونه حال به هم زن تر از این اتفاق باشه؟ بدتر و گندتر از این.
من خودم میدونم که نیاز به فکر کردن به این موضوع ندارم، مطمئنم چیزی که دارم میگم. آره آدم حسش کنه، نیاز نیست ببینتش. تو آدم وقتی میدونه سرده دیگه سرده. میفهمی که بکنم مرده دختر، بکنم زد کشتش یارو بعد از کش تجاوز کرده. نمیدونم میگه من الان میدونم اینجا الان سرده سرده و دیگه نیازی هم نیست بهش فکر کنم، قشنگ دارم حسش میکنم. میگه میدونی معنای سرما میشه جایی که گرما وجود نداره. آره دیگه این واقعیت اینه، گرمای وجود نداره. فکر کنم این بود دیگه منظور معنیش. You can't get rid of poverty and suffering leaving only wealth and happiness. تو نمیتونی از شر فقر و بیچارگی رها بشی اگه فقط مثلا بیای بگی که آره همه پولدار و غنی هستن، چون دیگه اون موقع معنایی نداره فقر و بیچارگی. تنهام بذار. من از خدامه که تنهات بذارم، ولی من فقط زمانی ناپدید بشم تو بخوای ناپدید بشم. منم سخت نیست، فقط یادت باشه که خیر و شر، گرما و سرما، اونا فقط این خطوط یک دماسنج هستن. یعنی اگه خیر وجود نداشته باشه شر معنی نداره، شر میشه همون خیر. اگه شر وجود نداشت، یعنی اگه خیر وجود نداشته باشه جفتشون مثل همون سرما و گرما. مثل خدا و شیطان، اونا هم بدون هم نمیتونن وجود داشته باشن. حرفای فلسفی داره میزنه. من نمیدونم اینا، نمیدونم حرفای مارکس بوده این حرفایی که داره میزنه. حالا میتونم برم؟ خب عزیزم، بعد از این بذار بگم اینکه یه جوری که کاملا همدیگر رو دیدیم و این حرفا، نه دیگه نمیتونی. بذار یه چیزی بگم. میگه از عدالت زمینی نترس، از عدالت بهشتی و آسمانی بترس بیشتر. اومدش. وقتی روح از بدن جدا میشه همونجا وایسا. حرزه دستم، دستم. لعنتی وایسا. وای یه چیز انداخت روش. اوه حالا بخواه اول شخص شه. اوه این گرافیکش تو اول شخص هم عالی ها، اینگاه در رزیدنت ایول باز میکنی. فوتوریالیستی که خیلی خوب ساخته. سلام خودت کجاست؟ یه لحظه صبر کن. رفتی مشروب خوره؟ جیش کرد تو خودش. خودت کجاست؟ اون چیزه رو میگه، دستگاه چیزه رو میگه، برای معجزه رو میگه. اونا حتی به خاطرش بیم وای براش رفته فروختتش. میگه حتی برای اون چیزی که بهشون دادن 5 روبل هم بهم نداد. پول رو بدهش به من، دیگه پولی برام نمونده، همش از دست رفت. میدونی من همین الانشم گیتار زدن و حسای بلدم، ولی هیچ وقت شیپور بلد نبودم. چرا اینو ول کردم؟ ما رو بود گرفتم خواستم اعدام کنم. Where is the cadet?
اون پادتسه کجاست؟ تا حالا اسمشو نشیدم. یکی هم الان در ازای یک ترامپت بدادته. آه خیلی خوش شانس بودی. این دقیقا هم چیزی که دنبالشی. آه این یه چیزی که قدرت‌های بسیار خارق‌العاده‌ای داره. برای 25 روبل. منظور چه 25 روبل؟ تو که برای 5 تا خریدیش. 20 for everything. 20 برای همش. One second, I just need to have a look. You can look, but نه 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 نه. بگم خب میشه نگاه کنم. آره میتونی نگاهش کنی. ولی لمسش نکن. What did you sell me, you scumbag? تو چی من فروختی؟ من که دروغگو. وای لعنتی. یه لحظه ببخشید. این اصلا کار نمیکنه. سکونه توش اوق زدی؟ Get your ass out of here. Go off me. Who's this سه بار بوسش کنیم. اینم یه بار دیگه. میخواد یعنی از حالت شیطانیش در بیاد. اینم آخرین بار. زهره بازه که از عجیب ترین بازه که زندگی بازی کردم. بسه هر چه دست دیمو برگرد روی هیچی. درست شد. تاس بود. چیزایی تو محیط بازده بودیم اینجا هم هستن. آدمیتر دیمیتری سولتو. پسر اصلا فکر نمی کردم این بازی اینجوری باشه. این بازی واقعا تاثیرگذار. ببین اسم برنامه نویسش ایلیا بوده واقعا. بذار بزنیم این هم بزنیم بده چی میشه. ایندیکا لیول سلیکشن چند تا لیول بود؟ او خیلی هم بود خدایشا. کلی اومدیم. اوکی میتونیم بعدا بریم انتخابش کنیم. خیلی بازی خوبی بود واقعا. ارزش تجربه رو داشت. یک تجربه است. یک اکسپریانس. و معتقدم امسال این بازی جوایزی خواهد گرفت. یعنی اگه کسی بازیش کنه قطعا جایزه میگیره این بازی، به خاطر اینکه کارهای اصلا جدای از موضوعش
نظر چیز، از نظر طراحی مراحل و نراتیو دیزاینش، یعنی دیزاینی که نحوه که طراحی کرده بود این روایتی که داشت اتفاق میافتاد واقعا درست بود، خیلی خوب بود. اصلا میگم اصلا وقتی داشتم بازی میکردم احساس میکردم دارم لیمبو بازی میکنم، ولی در سوم شخص. نه که این موضوعش با لیمبو یکی، نه منظورم اینه که اون حال هوایی که آدمو یه جورایی توی دنیای خودش به خلسه فرو میبره، که تو همش تو ذهنت داری میگی چه اتفاقی داره میفته و غرق میشه دنیاش، فراموش میکنی دور و برت. خب لیمبو برای من همینجوری بود دقیقاً، و اینم همینجوری بود. ایندیکا خیلی معمای خوبی داشت، معماش واقعا نوآورانه بود، ولی اصلا شبیه معما نبود کارهای غیر منطقی مثلا توش بکنی. خیلی خوشم اومد از این بازی، امیدوارم که لذت برده باشید از این صحبتایی که کرد. خیلی جالبه واقعا اینکه خیر و شر در کنار همدیگه هستن که معنا پیدا میکنن به هر چیز دیگه ای. به هر حال برداشتاتون برام بنویسید چیزی که دیدیم، ولی خب پیج دیگه از امری گیم شو. خدافظ.